Assalomu alaykum hamdiyorani aziz va arjuman, dar navor bu xabar va rudodhoi oxirini roz baxsh xabari payomi rozi televizioni sox dar studiya bo shumo Sanjarbek Zarxorjonov. Агар хоҳед ки дар ҳаёт муваффақ шавед, китоб хонед. Бидуни мутолиаи китоб дар ягон соҳа муваффақ шудан амри маҳол аст. Аз ин ҷиҳат имрӯзҳо ходимони гвардияи миллии кишвари мо ҳафтаи як маротиба рӯзи китобхонӣ эълон карданд ва он рӯз ба китобхонаҳо рафта китобҳои дилхоҳи худро пайдо мекунанд ва то ҳафтаи дигар дар вақтҳои холигӣ ба мутолиаи он машғул мешаванд. Гузориш дорем дар ҳамин хусус. صاحب خرد میگوید که کتاب هم دارو و هم درمانی همه دردهای معنوی انسان است. کتاب گنجی است که در آن همه معنی های درک زندگی نهفته است. حکمت است که از آن همگان بهره میگیرند و راه و زندگی خود را معین میکنند. آینه است که انسان تمام کمبودی های خود را اصلاح کرده میتواند. خزینه است که تمدن و معرفت ملت ما و هم ملت سیاره در آغوشش است. در حقیقت این همه گفته ها ارزنده کتاب میباشند. خرسندی آور است که امروز در سرزمین آفتابی ما قدر علم و هنر از سیم و زر بالا شد و مردم به کتابخانی مشغول شده ایستادند. حتی خادمان کارگاه و اداره های دولتی نیز هفته یک مرتبه وقت معین را برای به کتابخانه رفتن و پیدا کردن کتاب دلخواهشان جدا کردند. کارمندان شعبه پاسبانی ناحیه سوخ تابع صدارت گوردی ملی ولایت فرغانه هفته یک مرتبه به کتابخانه های محله و دبستان های ناحیه سوخ رفته کتاب های دلخواه را پیدا کرده در دوام یک هفته در وقت های خالیگی به مطالعه آن مشغول می شوند. این دفعه آنها به کتابخانه مکتب رقم 14 هم رفتند، زیرا از این کتابخانه کتاب های دلخواهتون را پیدا کرده می توانید. من در کدام سوغه نباشد این کتاب خوندن شرط و ضرور است. این کتاب آدم رو مفکورش رو وسیع میکند، جهان بینیش رو وسیع میکند، آداب اخلاقش رو نقض میکند، حرمت پدر مادر رو یاد میدهد در کتاب. این در ساحه ما باشد هم، یعنی در ملی گوردیا در هفته یک بار با کتابخانه مشغول میشیم. در هر مکتب رفته کتاب های بدیهی رو خونده با خودمو ضروریش رو میگیریم. عبدالرحمن جامی گفته است انیسی کنج تنهایی کتاب است، گفته است این کتاب خیلی به انسان نفع کلان دارد. واقعا کتاب غمشریک و غمبرار انسان است. کتاب چیزی است که آینده ما در آن نهفته است. بزرگان در وصف چه شعرهایی را ایجاد نمودند، چه حکمتهایی را روی کاغذ آوردند که هیچ از مد نظر خالی نمیماند. در کتابخانه مکتب رقم 14 که با تشبث یکی از مردان خرد دهه بنیاد کرده شده است، کتابهای نادر با زبانهای گوناگون موجود بوده. از آن نه فقط خوانندگان دبستان بلکه اهل محله نیز استفاده میبرند. دیو بیگریزد از آن قوم که کتاب خوانند. در ضمیر این جمله یک جهان معنی نهفته است. از این رو کتاب خوانید عزیزان. در ناحیه سوخ برابری زیاد شدنی شماره جوانان کتابخوان و ایجادکار، جوانان صنعتکار بیشتر به نظر می رسد و برای سیقل دادن استعداد آنها در مرکز مدنیت و مکتب موسیقی و صنعت ناحیه سوخ محفل های مختلفی صنعت براه مانده شده است. ادامه موضوع در گزارش مخبرمان. مهر و محبت و استعداد اصیل اگر در انسان دیده شود، میتوان گفت که او در ساحه خود موفق شده میتواند. برای در ساحه صنعت موفق شدن از صنعتکار با برابر استعداد خداداد، مهر و محبت اصیل نیز طلب کرده میشود. در مرکز مدنیت ناحیه سوخ محفل های گوناگون صنعت فعالیت میبرد و در آن محفل ها جوانان صاحب استعداد و به صنعت میل و رغبت زیاد داشته اشتراک کرده سر و اسرار صنعت را از صنعتکاران ناحیه سوخ میآموزند. فعالیت محفل های رباب نوازان، دایره نوازان و سرودخوانان مرکز مدنیت ناحیه سوخ لایق اعتراف بوده، طرف شماره اعضای محفل های مذکور می افزاید. راهبری این محفل ها در ذمه صنعتکاران نامی ناحیه سوخ عبدالمطلب حلیم و بنیادجان قادیرف می باشد. امروز در مرکز مدنیت ناحیه ما 12 تا محفل ها فعالیت می برند. از همان جمله محفل رباب نوازی راهبرش استاد ما عبدالمطلب حلیم، محفل دایره نوازی، محفل سرودخانی، محفل یاش مقام گفتگی محفل ما هم تشکیل کرده شد. از همین یاش مقام محفل مانده اشتراکچی های بسیار استعدادناک جوانان ما اشتراک میکنن. محفل من خودم رهبری میکرده که محفل ما یاش مقام محفل های و محفل هنده حاضر 25 نفر صاحب استعداد هم جوانان اومده از درسشون بیرون وقتی خالقشون اومده
اشتراک کرده یک مشغولات گذرانده برفتیان. یکی از آنها ساکن محله نوابات لمبرجانف شاهنوربیک دیروز در شهر فرغانه یاشتر آوازی تلاوشه در زینه ولایتی اشتراک کرده آمدن. شاهنوربیگ امیرجانف یکی از فعالترین اعضایان محفیل های روباب نوازان و سرودخوانان بوده، در مکتب رقم 26 میخواند. بعدی درس به مرکز مدنیت آمده سر و اسرار صنعت را از استادانش میآموزد. در آزمون های ناحیوی و ولایتی اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نموده است. به قریبی در قسمت ناحیوی آزمون صدای جوانان جای اول را صاحب شد. در وقت های خالیگان آمده سرودخوانی و رباب زدنی یاد گرفتم. در آینده صنعتکار شدن را میخواهم. عبدالمطلق خلیموف، بنیادجان قادیرف، استادی ما میباشم. استعداد اصلا انعام خداوند است و نه هر کس از این انعام بهره ور میشود. استعداد را صیقل دادن و آن را به هنر تبدیل دادن به حرکت و سعی و کوشش جوانان صاحب استعداد وابسته است. در محفل رباب نوازان و سرودخوانان خوانندگان سر و اسرار رباب نوازی و سرودخوانی را میآموزند. به تعبیر بزرگوار گویم، صنعت واسطه تربیه بوده انسان را برای راست هدایت می سازد و شخص صنعت دوست هیچگاه بدی نمی براید. در مرکز مدنیت ناحیه سوخ زیاده از 12 محفل عمل می کند و برای در محفل ها اشتراک کردن جوانان هوسمند همه شرایط و امکانات فراهم آورده شده است. طوری که خبر دارید، روزی 15 اپریل جشن زادروزی پایگزار ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی بوده. زادروزی شاعر تا امروز در مؤسسه های تعلیمی به طور وسیع جشن گرفته می شود. با مناسبت جشن زادروزی استاد عینی در مکتب رقم 8 ناحیه سوخ درسی کشاد گذرانیده شد. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. درسی کشاد به حیات و فعالیت استاد عینی و سهم او در رشد ادبیات های تاجیک و ازبک بخشیده شد. قید گردید که استاد عینی با ادیبان ازبک عبدالله قادری و غفور غلام همکاری نزدیکی ایجادی برقرار کرده در تربیه آنها نقش نظر رست دارد. او از اول قرن 20 با دو زبان تاجیکی و ازبکی اثر ایجاد کرده با تقدیر خلق ازبک و سرنوشت فرزندان آن بهای واقعی داده است. مخصوصا در تذکیره نمونه ادبیات تاجیک در قطار ادیبان برجسته تاجیک از سخنسرایان ازبکی در قلمرو ماورانهر عمر بسر بردند یاد کرده نخستین شده دایر به شرح حال و آثار آنها معلومات داده است. وی در این تذکیره کامل خود دایر به آثار گرانبهای میر علیشیر نوایی و ایجادیات لطفی، محمد صالح، اکمل، گلشنی، نادره، مشرف و دیگران بهای بلند داده، نمونه های اشعار تاجیکی و ازبکی آنها را آورده نقششان را در رشد ادبیات هر دو خلق تاکید نموده است. در برابر این استاد عینی دو اثر بنیادی دیگر درباره دو ادیب ازبک مقیمی و علیشیر نوایی تالیف کرده نقش آنها را در ادبیات و فرهنگ تاجیک و ازبک روشن و برجسته معین کرده است. من امروز در مکتب ما بخشیده به 144 سالگی زادروز صدرالدین عینی، گرچنده که دیر باشد، هم درس کشاد از فن ادبیات اوید حیات و فعالیت صدرالدین عینی گذرانده شد. صدرالدین عینی یکی از شخصیت های برجسته ادبیات معاصر تاجیک به حساب می رود. سردفتر ادبیات معاصر تاجیک و سردفتر ادبیات کنونی ازبک حسابیده می شود. صدر نینی زاده دهه ساکتره ناحیه قژدوان ولایت بخارو به حساب می رود. صدر نینی همچون پیر زبان ادبی شناخته می شود. در وصف صدر نینی چی قدر سخنهایی که گوییم کم است. در دوامی درسی کشاد، خوانندگان صنف نهم درباره استاد عینی به سوالهای خود از معلم فن زبان و ادبیات تاجیک دبستان سیدجان حسینف جواب گرفتند. درسی کشاد به طور نوآنانوی شده گذشت و توسط سلاید اثرهای استاد عینی به خوانندگان نامبر کرده شده، موضوع و مضمون اثرهای استاد عینی از جانب آموزگار به خوانندگان فهمانیده شد. خوانندگان باشند از اشعار ناب صدرالدین عینی شعرها قرائت کردند. دوستان ارزی امیدم بر نگاری من برید، رحمت بر خاطری امیدواری من برد. زین دیار و شهر تنگم، شهریاری من کجاست؟ لطف آره دو مرا از شهریاری من برد. یا به من از خاک پایش سرمواری آورد، یا مرا در رهگذاری شهواری من برد.
واقعا سهم عینی در رشد ادبیات های تاجیک و ازبک خیلی برجسته بوده. اثرهای نادر او امروز مورد آموزش قرار گرفته است. در روند درس از جانب آموزگار قید کرده شد که استاد عینی اینچنین داننده خوبی زبان ازبکی بوده، انعنه زولسان عینی را ادامه داده است و در مستحکم سازی رشته های دوستی دو قوم معظم خدمت های ارزنده کرده است. در واقع دوستی این دو خلق از قدیم نه تنها در انعنه و سنت ها افاده می یافت، بلکه در رابطه های فرهنگی و ادبی شان نیز تجسم گردیده شهرت بی اندازه کسب می کرد. ساحه ورزش سالهای اخیر در ناحیه سوخ نیز رشد و نمو یافته. امروز ها جوانان ناحیه در مسابقه های مختلف ورزش اشتراک می کنند و جای های نمایان را اشغال کرده ایستادند. یکی از دختران ورزشکار ناحیه سوخ در مسابقه بین الخلقی اشتراک کرده و گرفتن کمربند مخصوص صاحب شد. واقعا در دوام سالهای اخیر برای باز هم رواج دادن ساحه ورزش و عموی گردانی آن قرار و فرمانهای رهبری دولت قبول گردیده، در حدودهای کشور در اساس آن کارهای وسیع مقیاس عملی میگردند. خصوصا برای به ورزش مشغول شدن جوانان تدریجا شرایط و امکانات ضروری در دهات دوردست نیز فراهم آورده میشود. از این امکانات ها ثمرناک استفاده برده ورزشکاران ناحیه سوخ نیز در مسابقه های ریاستی و بین الخلقی فعالانه اشتراک کرده ایستادند. یکی از آنها نگینه خوجه و میباشد که از روی کراته در مسابقه بین الخلقی که در شهر دوشنبه برگزار گردید اشتراک کرده جای اول را اشغال نمود و صاحب کمربند مخصوص گشت. 2006 یلدن бери спортинг карате туру билан шуғланиб келаман. Бу орада кўп маротиба вилоят, туман ҳамда Ўзбекистон чемпионати бўлганман. Бу юқуқларга эришишимга ота-онам сабабчи бўлиб ҳамда шу даражага келтирган устозим Фитр Муқаддасовга алоҳида миннатдорчиликни билдираман. Тоҷикистон нишонида бўлган мусобақада faxrli birinchi o'rinni olib, karate kamal bo'yicha kamarni qo'lga kiritib keldim. Xudo xolisi kelajakdagi orzuyim xalqaro Osiyo chempionatida qatnashib, yutuqlarni olib, O'zbekiston bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib yurish maqsadim. این دختری ورزشکار را به حاکمیت ناحیه سوخ دعوت نموده. در تالار مجلس های حاکمیت حاکم ناحیه سوخ به این موفقیت او را تبریک نمود و به او تحفه های خاطروی تقدیم کرد. حاکم ناحیه تاکید نمود که من بعد برای در مسابقه های بین الخلقی اشتراک کردن این ورزشکار شرایط و امکانات ها فراهم آورده او را از هر جهت دستگیری خواهند کرد. نگین خوجه و امروز ها برای اشتراک در مسابقه های بین الخلقی تیاری میبیند و امید دارد که البته غالب شده نام سوخ و ازبکستان عزیز را در عرصه عمومی جهانی باز هم بالا بردارد. همدیاران عزیز، بخش خبری پیامی روز دوام دارد و اکنون نوبت را از روی نقشه با صحیفه خبرهای ازبکستان می دهیم. شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمتری کشورمان شناس خواهید شد. توجه کنید. طبق معلومات زلزله 26 اپریل سال 1966 ساعت 5:23 در مرکز شهر با شدت بلند رخ داده است. در همان دور در شهر تاشکند 1.5 میلیون اهالی زندگانی میکرد. در نتیجه زلزله زیاده از 300 هزار نفر به سرپناه ماندند. شهر با یاری و دستگیری دیگر مملکت ها در دوام 3.5 سال برپا شده است. 25 اپریل در پایتخت ازبکستان نمایشگاه دویومی بین المللی صنعت اینوپروم آسیای میانه به کار سر کرد. نمایشگاه را جلسه اساسی عمومی آسیای مرکزی فضا برای پیشرفت تکنولوژی گشود. اشتراکداران را معاون سروزیر، وزیر سرمایه ها و سودای خارجی ازبکستان سردار عمرزاقف و وزیر صنعت و سودای روسیه دنیس مانتوروف استقبال نمودند. در جلسه رهبران حکومت های مسئولی سیاست صنعتی از ازبکستان، کشورهای عضو اتحادی اقتصادی اوراسیا و دیگر شریکان تجارتی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی شرکت دارند. یادآور می‌شویم که در نمایشگاه و برنامه کاری بیش از 700 شرکت استحصالی و هیئت های صاحب کاری از ازبکستان، روسیه، بلاروس، مجارستان، فرانسه، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت دارند. فصل های اساسی نمایشگاه متالورژی و مساله اوتوماتیکونانی صناعت، ماشین سازی و استحصال قسم های کامپلکتی. موافق قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان از 14 می سال 2019 قرار پرزیدنت تحت رقم 4319 از داوطلبانی که مؤسسه های تعلیمی را ختم نمودند سال خانشی گذشته که در آن آزمایش های تستی تشکیل کرده می شود برای اشتراک در آزمایش های تستی و مقدار نیم واحدی بازوی حساب پرداخت داده می شود.
موافق فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان از 20 اپریل سال 2022 فرمان پرزیدنت تحت رقم 113 هم دو طایفه منبعده داوطلبان نیز از پرداخت آزمایش تستی آزاد کرده شدند. شخصانی که در نظام اطلاعاتی فهرست یگانه حفظ اجتماعی با قید گرفته شدند و فرزندان آنها، جوانانی که به دفتر جوانان داخل کرده شدند. از 1 ایونی سال 2022 برای این دو طایفه داوطلبان حق آزمایش تستی ستانیده نمی شود. 25-30 اپریل در شهر خیوه ولایت خوارزم جشنواره بین المللی رقص لزگی گشوده می شود. چاره‌بینی مذکور از جانب یونسکو، وزارت سیاحی و میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ، حاکمیت ولایت خوارزم و اداره های دیگر تشکیل کرده شد. انتظار می رود که در چاره‌بینی مهمانان بیش از 30 کشور جهان شرکت کنند. در دایره جشنواره بخشیده به صنعت رقص، پاویلون ها، نمایشگاه ها، نمونه اسباب های ملی موسیقی و لباس ها، محصولات هنرمندی و صنعتی عملی، هیکل تراشی، فیلم های بعدی و حجتی، دیسک های ثبت آواز و ویدیو، کتاب ها، آلبوم ها، صورت ها، اینچنین سودای آنها در حدود مجموعی چند قلعه تشکیل کرده می شود. یادآور می شویم که رقص خوارزمی لزگی برای خط رپرزنتیتیوی مراسم فرهنگی بشریت همچون عنصری میراث فرهنگی ازبکستان شامل شده است. این قرار 12 دکبر سال 2019 هم در رفت جلسه 14 کمیته بین حکومتی آید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو قبول شده است. همدیاران عزیز و ارجمند، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیامی روز تلویزیونی سرخ. در همین جا با بخش خبری حسن انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.